دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال روزانمون. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که در که تازه عضو کانال شدین و خیلی خیلی خوش آمدین، و همچنین شما دوست و یاری که هستین در کنارم با کامنتاتون و لایکاتون از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین. دوستان، مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که برای یک تبادل منصفانه، اگر تبادل عضو کانال نشده، اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین دوستان و حتما لایک کنین و کامنت میکنین برای اینکه این کانال زنده بمونه. خب دوستان، ببینیم چه خبر هست در انرژی ها و ببینیم اولین انرژی که برای پنجشنبه با شما دوستان عزیزان همراهی میکنه چه انرژی هست. خب انرژی که با شما همراهی میکنه دوستان، کارت ببینین دیوانه یا ابله، ولی منفی. میخوام خودم رو رها کنم، نمیتونم. میخوام برم پروژه های زندگیم رو به انجام برسونم. میخوام از یک مسئله که خیلی بهش گیر میدم رها بشم و اینکه میخوام وارد دوره جدیدی از زندگیم بشم. خب ببینیم که کارت های دیگه واسه کارت رو بیاریم. کارت بعدی حرف از ببینید کارت بسیار زیبای دو آب افتاد دوستان. دو آب حرف از هماهنگی، تعهد. دوستان دارم میگم در زندگیتون ببینید دارین وارد یک هماهنگی میشین. یک قرارداد ممکنه باشه برای یک سری ها، یک هماهنگی درونی، همسوی درونی برای خودتون باشه عزیزان دل، و برای یک سری ها ممکن هستش حتی یک مسئله احساسی خوب باشه. ببینید قدرتمند دارین میشین عزیزان، و اینکه دارین بر ترس های خودتون چیکار میکنین، قدرت میگیرین، تسلط پیدا میکنین. خب ببینیم کارت آینه بینی چی بهمون میگه. دو تا کارت افتاد براتون. ببینید بر روی یک مسئله قدیمی دوستان، بر روی یک مسئله قدیمی دارم میبینم که به یک تفاهم دارید میرسید. تفاهم اینجا دست دادن، دو تا کاسه های ترازو دارن با هم دیگه ببینید دارن یکسان میشن، مسائل دارن هماهنگ میشن. دقیقاً هر چیزی که در کارت دو آب به ما این حرفو میزن، و خودتون هم چشم سومتون باز هست و میدونید که مسائل به سمت خوب دارن پیش میرن. خب یک کارت دیگه براتون از این دسته کارتا میکشم. حرف از این میزنه که صدای درونی به صدای ندای درونی خودتون دارین توجه میکنین دوستان. با خودتون سخاوتمند هستین. با خودم سخاوتمند هستم زمانی که به خودم برسم دوستان، پس دارم به اون ندای درونی خودم گوش میدم و بسیار زیبا. ببینیم کارت بعد چی بهمون میگه. کارت بعدی دوستان حرف از آقای محترم امپراتور میزنه، و امپراتور حرف از به اجرا گذاشتن برنامه های زندگیتون، و حرف از این میزنه دوستان که به خودم اعتماد دارم. دارم اون اعتماد به نفسی رو که دارم از دست داده بودم، شاید در مقام ابله منفی دارم چیکار میکنم، به دست میارم. اگر زندگیم از یک نظم و ترتیب خارج شده بوده در مقام ابله، اینجا دارم بهش یک نظم و ترتیب میدم. بسیار زیبا. ببینیم کارتای تاروت در مورد ابعاد مختلف زندگیتون چه پیامی دارن. اپ اپ اپ. کارت ببینین در سر شما، ببینین به فکر این مسئولیت پذیریتون هستین، به فکر این هستین که مسائل زندگیتون رو دستتون بگیرین دوستان. در سر شما به فکر این هستین که شانه های پهن داشته باشین در برابر اون شارژ های زندگیتون، و در مقابل دست به عمل زدن در مورد کاری که باید انجام بدم و دیگه نمی ترسم. در مورد مسائل احساسیتون حرف از مکالمه و شتاب میزنه. یک سریاتون براتون مکالمه افتاده، یک سریاتون سراغ شاید تجربیات جدید میرین با شخصی که بسیار جذاب هست و هم انرژی با خودتون هست دوستان. در مورد مسائل کاریتون چه خبر هست؟ در مورد مسائل کاریتون بعدان دارم خوشبختی میبینم دوستان، همه چیز خوب و امن و امان هست. رنگین کمان شما رو دارم اون بالا میبینم و قدرتمند هستین در مسائل کاری و ایده‌های جدید دارین دوستان. ببینیم در مورد مسائل مالی چه خبر هست. مسائل مالیتون حالا یا دست یک
قطب مؤنث مهربان هست، یا اینکه خودتون هم دارین چیکار میکنین در مورد مسائل مالیتون یه مقدار احساسی رفتار میکنین. ولی دارم میبینم که برای یک سریاتون اوکی، میبینم که احساسات من تحت تاثیر مسائل مالی هست. جالب هست. پس سعی میکنم که مسائل برای خودم روشن کنم، سعی میکنم فاصله بگیرم از احساساتم، سعی میکنم یه چیزایی رو قطع کنم توی زندگی مالیم، یه سری خرج ها رو قطع کنم، روشنتر ببینم، بهتر ببینم، چون وگرنه احساس منفی وارد زندگی میشه. چالش شما این هست دوستان که اولا خودتون رو از یک تله و دامی که در اون هستین نجات بدین، تله و دامی که خودتون برای خودتون با ذهنیت خودتون درست کردین و فکر میکنین قادر به حرکت نیستین. پس قادر به حرکت باید باشین، همه این شمشیرها رو کنار بزنین و جلو برین. ببینین به چه سمتی میرین ببینین چه چیزی کمکتون میکنه عزیزان. چیزی که کمکتون میکنه دوستان توجه کنین آینده نگری شما هست و اینکه دوراندیشی شما و از جانب دیگه بیگدار به آب نزدن شما. از خودتون سوال میپرسین دوستان، صداقت شما و حرکت شما همچنین دوستان، صادقانه با خودتون صحبت میکنین، رفتار میکنین، به چه سمتی میرین؟ احتیاط، محتاط هستم، محتاطانه عمل میکنم در مقابل هر مسئله‌ای که مد نظرم هست و چیز رو دارم ترک میکنم، ولو اینکه برای من این مسئله بسیار بسیار مهم باشه. خب بریم ببینیم که در کارت های احساسی چه خبر هستند. در کارت های احساسی دارم میبینم که حرف از بحران میزنه اینجا. بحران، یک سری از عزیزان هستن که در یک بحرانی دارن به سر میبرن در نظر مسئله احساسیشون و اینکه دارم میبینم تغییر و تحول در راه هست. از این بحران در خواهین آمد و تغییر و تحول در راه هست دوستان. این کارت حرف از زندگی مشترک میتونه بزنه یا اینکه حتی حرف از بچه دار شدن هم ممکنه بزنه. ممکنه یک سری از شما عزیزان دل از یک بحران دارین در میایین، به سمت مسائل خوب میرین، یا اینکه مسئله بحران زندگی احساسی شما این هستش، در مورد مسئله فرزنددار شدن هست یا در مورد یک زندگی مشترک هست. خب از هر چه بگذاریم، سخن قطب مؤنث خوشتر است دوستان. ببینیم که قطب مؤنث و نه جنس مؤنث، افرادی که مسائل احساسی براشون مهم هست و معنوی، ببینیم در چه انرژی هایی هستن دوستان. خب اولین انرژی حرف از شخصی میزنه که جذب شده هستش و اینکه میگه من به سمت تو بسیار جذب شدم و اینکه دوست دارم که با تو باشم. کارت بعدی، من خوشبخت هستم با تو یا بدون تو. بسیار خوب دوستان، ببینیم کارت بعدی چی بهمون میگن. میگه که شخصی هست که منطقی رفتار میکنه و اینکه میگه که من احتیاج رو به این دارم که مسائل منطقی ببینم. ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی حرف از شخصی میزنه که عاشق هست دوستان. مسائل از دید احساسی داره چیکار میکنه؟ نگاه میکنه، هم منطقی هم احساسی. بسیار خوب هست که منطق و احساس با هم دیگه هم صدا باشن. همه چیز رو نباید فقط از دید احساس نگاه کرد یا از دید منطق. مقداری احساس خوب هست ولی همش احساس بد هست. مقداری منطق خوب هست ولی که بخوایم همه چیز در اون منطق بذاریم آنچنان کمکی نمیکنه، ولی تا حدی من فکر میکنم کمک میکنه دوستان. خب باعث میشه که ضربه های شدید احساسی نخوریم حداقل. و بعد ما بریم ببینیم که قطب مذکر و نه جنس مذکر در انرژی هاش چه خبر هست و چه کار میکنه دوستان؟ خب قطب مذکر منطقی هست و مسئله میخواد منطقی ببینیم. یک اونجایی که شما منطقی هستی اون دیگه منطقی تره. و اینکه بریم ببینیم کارت بعدی حرف از شخصی هست که میخواد یه مقداری خودش رو رها کنه. سبک باشه، سبک باش، سبک باش قطب مذکر. والا به خدا همه رو کشتی. و اینکه ببینیم چی هستش. میگه که بیدار شدم و اینکه من رابطم رو به هم دیگه فهمیدم و اینکه داره میگه که اتفاق بدی توی زندگیم افتاده و اینکه من منتظر این مسئله نبودم و داره گریه میکنه. ببینیم هم من فهم میکنم بیدار شدن قطب مذکر که ببینه چه کارهایی با قطب مؤنث کرده براش خیلی مشکل هست این مسئله. اوکی.
و ما بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی هستین، شخص مورد نظر شما چه پیامی برای شما داره. هفته های آینده آسان نخواهد بود. اینم از اون حرفا، انگار هفته های قبل آسان بودن. دوست داشتن یعنی انتخاب به نظر یک دیگه. اوکی. یاد بگیر بهتر گوش بدی. اوکی. نقطه سر خط. من آماده نیستم و قادر به اینکه یک قدم به سمت تو بیام نیستم. اینم حرفشو زد دیگه برای خدا. خب دوستان بریم ببینیم که کائنات چه پیامی برامون دارن. کائنات حرف از آینه میزنن. در اون معبد احساساتت یه وقتایی اون قسمت از خودت رو میبینی، اون صورتی که صورت وجودت رو که به کائنات اعتقاد داره و راحت‌تر و ساده‌تر هست و خوشبخت‌تر هست، به یک دنیای پر از صلح و آشتی اعتقاد داره، به عشق و شادی اعتقاد داره. پس در این انرژی باقی بمون و اینکه این گونه هست که تغییر و تحول رو در خودت حس می‌کنی و اون دنیای بهینه‌ای رو که دوست داری برات به وجود میاد. خب و اما بریم ببینیم که فرشتگان چه پیامی براتون دارن. فرشتگان حرف از نتیجه مثبت میزنن. خورشید داره ابر رو سوراخ میکنه و تو به این زودی همه چیز رو خواهی دید و روشنایی رو خواهی دید. اون چیزی که واقعا تو رو ناامید کرده یک جور دیگه خودشو داره نشون میده و به صورت بسیار مثبت. براتون آرزومندم دوستان. و اما بریم ببینیم که عزیزان از دست رفته در چه انرژی هایی هستن. حرف از انرژی لطیف میزنم. بر روی زمین ما انرژی رو نمیبینیم، اما یه وقتهایی هست که اونو حس میکنیم. در دنیای جدید من ما همه انرژی هستیم. تو همچنین. تو باید یاد بگیری و که بر روی خودت کار کنی. اگر میخوای من میتونم کمکت کنم. آیا این گرمای لطیف رو حس میکنی؟ اسمش انرژی هست. خب روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه دوستان و عزیزان. این فایل شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار دوستان.